سلام، امیر حسین صدیق هستم، کتاب باز. دیدین چقدر خاطره انگیزه؟ حتما شما هم شنیده بودین، حالا شاید هم نشنیده باشین. نمیدونم فیلم خواهران غریب رو یادتونه، ساخته آقای کیومرث پوراحمد؟ یادتون میاد؟ از روی این کتاب نوشته شده بود فیلم نامش. دقیقا با نام خواهران غریب، نوشته اریش کستنر. یه نکته جالبه، من کتاب رو خونده بودم، الان دوباره داشتم نگاهش میکردم، دیدم هیچ جای داستان اشاره نشده که موسیقی وجود داره، یا اینکه اصلا موزیسیانی هست، یا اصلا شکل و شمایل موسیقیواری در داستان وجود داشته باشه، ولی تو فیلم یکی از بنیانهای اصلیش موسیقی بود. همیشه برام سوال بوده که آیا متنی که میخونیم، لابد شما اینطوری هستین که وقتی که یک داستان یا رمان چیزی دارین میخونین، یک موسیقی تو ذهنتون میچرخه و حرکت میکنه، یا براش یه شکل موسیقی رو در نظر میگیرین، یا اینکه نمیدونم، من خودم گاهی موسیقی میذارم یه کتابی رو میخونم، موسیقی که حالا هوای اون کتابم بهش کمک میکنه. مهمون امشب من استاد عزیزی هن که میتونن ما راهنمایی کنن آیا چگونه میشود به متن و کلمات و داستان موسیقی اضافه کرد. چجوری؟ اینجا پاتوق کتاب باست. سوال: روش صحیح مطالعه کدام است؟ 1. هدف گذاری و مطالعه اجمالی. 2. نیاز به روش خاصی نیست. برای پاسخ عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 35000 ارسال نمایید. جانی پسر گلم چطور؟ پدر خونده نمیدونم چیکار کنم. اقلا مثل یه مرد رفتار کن. تو چه مرگت شده پسر؟ اینجوری اینجوری میخوای یه کتاب باز حرفه‌ای بشی؟ این کارا دیگه چیه؟ خجالت داره؟ وقت صرف خوندن کتاب میکنی یا نه؟ خب البته که میکنم پدر خوانده عزیز. بهت پیشنهادی میکنم که نتونی ردش کنی. برو برنامه یک کتاب باز رو ببین. به به، چقدر خوبه که این پاتوق کتاب باز رو انداختم. یعنی که انقدر آدمایی که همیشه آرزوی دیدنشون رو داشتم میشینیم با هم دیگه گپ میزنیم در مورد کتاب، اصلا حالم خوب میشه. در خدمت جناب آقای ناصر چشم‌آذر عزیز هستم. خیلی خوش اومدین. قربونتون برم. خیلی لطف کردین پیش ما اومدین. خواهش میکنم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همه عزیزانی که پشت دوربین و در کادر این برنامه
کتاب باز زحمت میکشن. ممنونم. من داشتم خواهران غریب آقای پوراحمد رو میدیدم، موسیقیشو گوش میکردم. قبلا هم کتابشو خونده بودم. اصلا توی کتابه در مورد اینکه این پدر موزیسیانه یا اینکه اصلا موسیقی چه نقشی درش دارد و اینا هیچ چیزی نوشته نشده بود، اصلا هیچ اشاره نشده. ولی شما به زیبایی چندین ترانه ماندگار، یعنی که اصلا آن چیزی که تو ذهن آدم تا ابد حک میشه، نوتی که استفاده کردین، تنظیمی که کردین، چیزی که من فکر میکنم هر کسی یک بار بشنوه، بارها و بارها با خودش تکرار. چی شد اینجوری شما به این به ذهنتون رسید، یا چجوری تونستین به این راحتی اینو اضافه کنین به این کتاب؟ البته من به کتاب چیزی اضافه نکردم. مینه کلامتون این اصلا اصل قضیه از تلفن شوکه آقای کیومرث پوراحمد به من زنگ زدن، گفتن که میخوان یک فیلم موزیکال درست کنن و اشاره هم کردن که بر اساس همون کتاب آقای اریش کسنر و داستان دو تا دختر دوقلوه و و و و یه خلاصه از بسر بر من گفتن. گفتم من تو میخوام اینو موزیکال کنیم. موزیکال میخواستم. و به نوعی شاید این ایده از طرف آقای پوراحمد پیشنهاد شد و منم به عنوان مجری بخش موسیقیش همراهشون شدم و حتی اون کتابای انتخابای شعرهای مثل انار انار، مثل مادر من و ای نام تو بهترین سرآغاز، اینا همه انتخابایی بود که آقای پوراحمد انجام دادن. متخب در زمینه موسیقیش ما دیگه دست به کار شدیم و نتیجه کارم شد اون چیزی که حالا دوستان در خاطرشون هست. بله، به شدت ماندگار شد. ماندگار شده. من همیشه برام مسئله است آقای چشم‌آذر که نویسنده‌ها بر نوشتن یه داستان، یک کتاب، معمولا مثلا 28 حرف در انگلیسی، حالا 32 حرف در فارسی دارن و ابزارشون اینه، اما موزیسین‌ها فقط 7 تا نوت دارن. چجوری میتونن یک ترکیبی رو ایجاد کنن که انقدر ماندگار، حتی گاهی ماندگارتر از لغات تو ذهن آدم بمونه؟ واقعا این خودش از اسراریست که هنوز که هنوزه این به صورت مستقیم به ثبت و کشف نرسیده که چطوری واقعا از سری فاصله هایی که ثابتن، حالا چه به 7 درجه، چه به 12 درجه و چه زمانی که 24 درجه بود، این فاصله بسیار پرده بود، بعد تعدیل پیدا کرد و تبدیل به 12 تا شد. این هم از معجزه است. یک کوچولو از رازش هم ما بگیم دیگه. بالا... مثلا خودتون از اوایلی که آشنا شدین، چون ما مثلا در پاتوق کتاب بازمون دائما در مورد کتاب و نویسنده ها و اینا حرف میزنیم، ابزاری که در دست دارن خب خیلی بیشتر از ابزاری است که یک تنظیم کنه، یک نویسنده، یک موسیقی می در دست داره. اون لحظه خلقتون چه بود؟ من فکر می‌کنم خیلی شبیه لحظه‌ای که الهام میشه به نویسنده و اون سوال براشون به وجود میاد و می‌نویسن. درست فکر می‌کنم یا نه؟ دقیقاً درسته آقای صدیق. چیزی که من یادم میاد از دوره کودکی، من حدود 6 سالم بود که ما اردبیل ساکن بودیم و کوچ کردیم اومدیم به تهران و در تهران من دوستی داشتم به نام حسین که خیلی کتابخون بود از بچگی، حالا زودم شروع کرده بود و یکی از مشوقین من همین حسین جوادی شد که منم کشیده شدم به سمت سوی این مجله های هفتگی کودک ها مثل کیان بچه ها، اطلاعات پسران، دختران، پسران و اول جذب رمان ها و قصه های حادثه جو و ماجراجویانه که داشتن شدم، بعد جذب بخش فضایی شدم که قصه هایی که در ارتباط با فضا و آینده و احتمالاً مجله دانستنی ها. بعد که دیدم نه، مثل که اینا من اونطور که باید دنبال یه چیزی هستم و اون چی بود؟ موسیقی. که بدونم واقعا کتاب چه کمکی به من میتونه در زمینه موسیقی بکنه، که دیدم اصلا همه کاره شاکلید اطلاعات، رفیق و راهنما و به نوعی یک استاد ساکت همون کتابه. و دیگه این در سن فکر کنم 15-16 سالگی بود که رفتم به خیابان شاه‌آباد اون موقع و از انتشارات امیرکبیر چند تا کتاب، چون من اینجا لازمه که توضیح بدم من مرسه عادی می رفتم، فرهنگی، نه زمینه هنری که بگم
هنرستان موسیقی باشم نه، ولی از تجربه پدرم که دیپلمه هنرستان بودن استفاده میکردم و تئوری های اولیه موسیقی رو یاد میگرفتم. درسته. در اون انتشارات امیر کبیر من 3 کتاب خوب یادمه که چشمم جذب کرد و جلب توجه کرد و رفتم به سمت شکی تاریخ موسیقی نوشته شادروان سعدی حسنی بود. یکیش کتابی بود که حدوداً 800 صفحه بود به نام مردان بزرگ موسیقی که نوشته هربرت واینستاک و والاس بروکوی بود با ترجمه شاهکار و بی‌نظیر دکتر مهدی فروغ. و یک کتابی هم بود در مورد ارکستراسیون و سازشناسی که از تألیف‌های استاد شادروان مرتضی عنانه بود. تو این کتاب آخری که اشاره کردم مردان بزرگ موسیقی واقعا یک دانشکده و دانشگاهی بود این کتاب. یادتون هست چه سالی بود که رفتین این 4 کتاب از انتشار کردم؟ 15-16 سالم بود که رفتم تهیه کردم و سالها در مشغله من بعد از کار روزمره که انجام میدادم خوندن صفحه به صفحه این کتاب بود که دقیقاً انقدر ترجمه زیبایم داشت که این حال هوای این بزرگان موسیقی، حالا از گریگوریان بگیریم و پالسترینا و باخ و شوپنها و موزارها و و و همه اینا آنچنان اینجا خوب در هم تنیده شده بود از طریق ترجمه دکتر مهدی فروغ که اصلا خودتو واقعاً تو ناپل، پاریس، ونیز، وین، اتریش میدیدی. چه جالب، چقدر ارزش. و همین باعث شد که من تشویقم کرد که اصلا اون 18 سالگی برم به دنبال کتاب‌های پارتیتور این آثار که خیلی سخت گیر می‌آمد، ولی با ارتباطاتی که داشتم در خارج از کشور با دوستانی که داشتم اونجا این کتاب‌ها رو تهیه کردم. و در اصل می‌خوام اینو اشاره کنم و تأکید کنم که این کتاب مردان و بزرگ موسیقی باعث شد که من کشیده بشم به وادی جدی موسیقی. آفرین. با یه دونه کتاب حرفتون یادتونه نره. اینجا پاتوق کتاب بازه، در خدمت استاد چشم آذر هست. شعرها اون طرفه. آینه ها از انعکاس نام تو میخندن. خب یه نگاهی به این بندازیم. حسین منزوی. بیرم خوبه. فعلا همینه کافی. دنیای مدرن امروزی هم میتونه فضای ایجاد بکنه برای کتاب خوندن. شیوه های کتاب خوندن خب عوض شده. به نظر من اصلا کتاب یعنی چی؟ یعنی یه منبع دیگه. یه سوالی مطرح میشه، یه جوابی رو دنبالش میگردیم. یا یه جوابی رو داریم برای صحت و درستیش دنبال تحقیق می‌گردیم. خب کتاب این منبعه. حالا این منبع توی تلفن همراه شما، توی اینترنت میتونه پیدا بشه یا توی کتابخونه. بزرگتر که شدن دیگه نتونستم فضا رو نورد بشن، رفتم کار دیگه کردم. اگه گفتین چی کردم؟ بله دیگه تو آسمون نبودم. کجا بودم؟ رفتم قباسی یاد گرفتم. حالا تشابه داشت، یعنی اون تنهایی رو داشتیم، اون ناشناخته و کشف ناشناخته ها رو داشتیم. هیجان انگیز بود که داری با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنی. کار سختی. نگاهشون رو به محیطی که 50-60 سال قراره توش زندگی کنن افزایش بدن، گسترش رو بیشتر کنن، دانششون رو بیشتر بکنن. همه زندگی روی زمین نیست، یه بخشی از ناشناخته‌های زندگی زیر آبه و خیلی دوست داشتنیه. فقط نمیتونم راجبش حرف بزنم مگه اینکه خودتون تجربهش کنید. نه ترجیح میدم که منصرفش نکنم، مگه اینکه یه بار اون زیر آب یه کوسه ماهی ببینه خود به خود منصرف میشه. اگه رمان باشه دلم میخواد برباد رفته رو اون زیر بخونم. من فرصتش هست، کپسول اکسیژن زیاد میبرم. یکی دوتا نمایشنامه هم با خودم میبرم زیر آب، مثل آخرین نوار آقای کراپ مال ساموئل بکت و مزرات دخانیات. بعد یه بازیگر هم بیشتر نداره، خودم زیر بازی میکردم. 3 که بکنم تیم خوبی بشن، خانم لاله یا ستاره اسکندری،
خانم فاطمه گودرزی، امین زندگانی. گلها همه به نام تو مشهورند، آینه ها از انعکاس نام تو میخندند، در کوچه های خاطره باران، وقتی که خوشه های عقاقی از نرده های حوصله دیوار سرریز میکنند و در مشام باد عطر بنفش نام تو میپیچد، نامت تلسم بسم عقاقی هاست، بی نام تو جزام خلا دهکوره جهان را خواهد خون. شد یک کتاب. در خدمت استاد ناصر چشم‌آذر هستیم. لطف کردن اومدن پاتوق کتاب باز ما. من دو تا سوال شخصی بپرسم. خواهش میکنم. اصولا شده تا حالا یک کتابی، رمانی، داستان بلند یا کوتاه رو خونده باشین و فکر کنن وای من باید یک قطعه موسیقیایی برای این بسازم یا اینو تبدیل به موسیقی بکنم؟ این اتفاق افتاده؟ اصلا بدون اینکه سفارش از بیرون خودتون تحت تاثیر حال و هوای داستان و کتاب قرار گرفته باشین؟ 100% همطور. من سال 66 بود یا 65 یکی از دوستان من کتابی به من معرفی کرد به اسم همه میمیرن. بله. تعریف نوشته ی سیمون دوبار. اولا که من همیشه دارم خواست این کتاب، این رمان فیلم بشه، حتما شما مطالعه بشید. بله بله. دوش. بعدم از نظر موسیقایی خیلی به من اون عمر جاودانه رو، اون ماندگاری ملودی رو گفتم اگر واقعا در موسیقی هم یه، همونطور که ما داریم صدها مثال داریم که قطعاتی که 400 سال پیش، 300 خورده سال پیش، حتی خود دستگاه خود ما هفت خسروانی ها ببینید از چه زمانی، از دوره یزدگرد سوم، باربت ها، نکیس ها، ابونصر بارابی ها، رامتین ها، همون ها بودن که ابداعگر این هفت خسروانی یا همون هفت دستگاه ما بودن و این ماندگاری اینا خب طبیعتا آدم رو جذب میکنه. پس ما پی میبریم که حالا در زمینه موسیقی اگه بخوایم ببینیم، میبینیم که چقدر موسیقی زبان جاودانگی داره با خودش و خب طبیعتا در خیلی از رمان ها این تاثیرها هست که هر کسی که میخونه و حالا عاشق کتاب خوندن هم باشه که دیگه بیشتر جذب میشه و ایده میگیره و از ناامیدی به امید و از امیدم به امید بیشتر میتونه برسه. چیزی یعنی که همه میرند و که شما خوندین احساس کردید اون جاودانگیش رو یه جوری باید تشبیه کنیم به جاودانگی که تو موسیقی یا ساز باید در موسیقی پیاده بشه و دیدم که خب این کار کردن. گفتم حالا من چه سهمی میتونم داشته باشم که دیگه حالا شانس با ما یاری کرد این آلبوم بارانش بس. این قضیه رو حالا به دو دهه رسونده، حالا ببینیم که بعدش چی بشه. یا وقتی میبینم که کارهایی که 30-40 سال پیش من انجام دادم یا حتی 45 سال پیش میبینم هنوز ورد زبون هاست، هنوز مردم میخونن، یه جوری به اون جاودانگی یا جاودان اندیشیدن بشر فکر میکنم. راستی مونده بود چه تشبیه قشنگی، همه میمیرن. مثلا هنر یکی از زیبایی‌هاش و شگفت‌انگیزی‌هاش همین جاودانگیشه و عمر طولانیست که داره دیگه. و به ویژه موسیقی که به نظر من موسیقی هم که حالا من ادعا نمی‌کنم، مخلص عزیزانی هستم که در این گام، در این راه گام برداشتن، همیشه رنج و محنت‌های زیادی به خودشون راه دادن، ولی خب ماندگاریش بکنم اجر اون عزیزان رو بوده که دست به این کار زدن. دقیقا. چه حال کتاب بازی خوبی داریم الان واقعا. البته مثل که من برنامه رو امروز خیلی هم از حال کتاب بازی در بردم. نه شما دارین از رشته تخصص خودتون نگاه میکنین. من یه حالی بود که با دوستان دیگه هر کدوم در رشته خودشون داشتیم و در مورد موسیقی تا حالا اینجوری حالشو نبرده بودیم. من یه اشاره کوچیک، اشاره طنزآلودی هم بکنم. برای آهنگساز جماعت پارتیتورا کتابه، چرا که میخونم، میدونم زبونش رو، میتونم بخونم نوت ها رو و فاصله ها. اینو نگه داریم ما به یه نفسی تازه کنیم اینجا پاتوق کتاب باز یادتون نره، میخواییم در مورد مفصل تر صحبت کنیم. در خدمت جناب استاد آقای چشم‌آذر هستیم. پاتوق کتاب باز. ده باره موسیقی و ادبیات. هاینریش هاینه
شاعر معروف قرن 19 آلمان گفته موسیقی جای آغاز می شود که کلمات به پایان می رسند. شاید در قرن 19 هم اوضاع طوری بوده که هاینه اینو گفته، اما اساساً موسیقی و ادبیات نقاط مشترک زیادی با هم دارند. در ده باره امشب به سراغ این مشترکات میریم. ده، معروفترین رمانی که شخصیت اصلیش یه موسیقی دانه، رمان ده جلدی ژان کریستوف اثر رومن رولان فرانسویه. آگاهی ژان کریستوف از موسیقی و استعدادهای خودش، نخستین عشقهاش و بالاخره آشنایی تدریجی او با رنج و بی‌عدالتی موضوع سه کتاب اول، یعنی سپیده دم، صبح دم و نوجوانی. نه، رومن رولان به زندگی موسیقیدانهای واقعی هم علاقه زیادی داشت. او دو تا کتاب پروپیمون و خوندنی درباره زندگی هندل و بتوون، موسیقیدانهای معروف کلاسیک نوشته که بین همه کتابهای زندگی نامه موسیقیدانها که تا به حال نوشته شده از بهترین ها محسوب میشن. 8. کازوو ایشیگورو، نویسنده معروف ژاپنی، موسیقیدان غمگینی بود که به ادبیات رو آورد و خیلی زود به موفقیت دست پیدا کرد. او در مصاحبه‌ای در جواب این پرسش که آیا از ابتدا می‌خواستی نویسنده بشی، اینطور جواب داده: اولش نمی‌خواستم نویسنده بشم. حرفه مورد علاقه‌ام موسیقی بود و زیاد کتاب نمی‌خوندم. در ترانه‌سرایی همه فرم‌ها رو به کار بردم. ترانه‌هام هرگز موفقیتی به دست نیاوردن، اما این کار برام به منزله تمرین نوشتن بود. سبک محتاطانم که بر ناگفته‌ها، بی پیرایگی و لزوم خوندن بین سطرها استواره، از تجربه ترانه سرایی میاد. 7. فاوست شخصیت اصلی یک افسانه آلمانی، انسانی که روحش رو با دانش نامحدود و لذت دنیوی در معامله با شیطان عوض میکنه. توماس مان، نویسنده شهیر آلمانی، افسانه دکتر فاوستوس رو در یک زمینه قرن بیستومی با استناد به زندگی خیالی آهنگساز آلمانی به نام آدریان لورکن روایت میکنه. 6. رابیندرانات تاگور، شاعر، فیلسوف و موسیقیدان اهل بنگال هند و اولین آسیایی برنده جایزه نوبل، در خانواده فرهنگی به دنیا اومد. پدر تاگور به اشعار فارسی علاقه زیادی داشت و غزلهای حافظ رو از بر بود. رابیندرانات افکارش رو در موسیقی هم به نمایش گذاشته. هم سرود ملی هند و هم سرود ملی بنگلادش از تصنیفهای تاگوره. او تنها انسانیه که برای دو کشور سرود ملی گفته. 5. وودی آلن رو همه به عنوان یک کارگردان سینما میشناسن، اما آلن یه نویسنده چیره دست هم هست. او تا به حال چند نمایشنامه نوشته و چند مجموعه داستان کوتاه هم داره، اما شاید یکی از وجوه هنری کمتر شناخته شده وودی آلن موسیقیدان بودنش باشه. بله، او علاقه زیادی به موسیقی فولکلوریک داره و خودش هم نوازنده چیره دستیه. 4. استعدادهای درخشان نویسنده آینده، اتل لیلیان وینیچ، نویسنده و موسیقیدان ایرلندی، زودرس بود. از نوجوانی به تحصیل فلسفه، ادبیات، زبانشناسی و موسیقی پرداخت. اولین رمانش خرمگس شاهکارش هم محسوب میشه. وینیچ چند تا سمفونی هم تصنیف کرد. از کارهای دیگش ترجمه نامه های شوپن، موسیقیدان معروف لهستانیه. 3. از ادگار آلن پو، نویسنده و شاعر، به عنوان پایه‌گذار جنبش رمانتیک معاصر یاد میشه. داستان‌های پو به خاطر رازآلود و ترسناک بودن مشهور شدند. پو از اولین نویسنده‌های داستان کوتاه به حساب میاد و ازش به عنوان بنیانگذار داستان‌های کاراگاهی هم یاد میشه. همچنین از اولین افرادی بود که از ژانر علمی تخیلی استفاده کرد. پس با این کارنامه پربار زیاد هم دور از ذهن نیست اگه بشنویم آثار پو رکورد بیشترین اقتباس موسیقایی رو در بین نویسنده‌های معاصر به خودشون اختصاص دادن. 2. ذهن ناهوشیار وقتی هوشیار میشه دیگه کاری از دست نویسنده ساخته نیست. قلم خودش روی کاغذ جولون میده و در پایان نویسنده حیران میمونه که واقعا اینا رو خودش نوشته. این اتفاق در همه رشته‌های مختلف هنری برای هنرمند ممکنه پیش بیاد. ایگور استراوینسکی، موسیقیدان برجسته روس، در کتاب زندگی من اینطور نوشته: انگشتان رو نباید تغییر کرد،
زیرا گاه انگشتان ما را به نوشتن نوت‌هایی ترغیب می‌کنند که در اعماق ضمیر ناهوشیار ما در حال خواب است و در غیر این صورت همیشه از نظر ما مستور می‌ماند. 1. این اتفاق هم در نوع خودش جالبه. سال گذشته و همزمان با 134مین سالگرد تولد جیمز جویس، گروهی از دانشگاهی‌ها پروژه آنلاین تعریف کردند که طی اون با همکاری هواداران جویس و موسیقیدانان خوانش بیداری فینگان‌ها برای افراد بیشتری امکان پذیر باشه. حاصل این کار 71 قطعه موسیقی به عنوان بازگویی 17 فصل رمان بود. اولین بخش این پروژه گوش دادن به کتاب صوتی بیداری فینگان‌ها بود که 25 ساعت طول کشید. اون هم در یک نشست. بله، این خیلی مطلب جالبی که تعریف می‌کردین، می‌گفتین پارتیتورها این داستانی هستن که موزیسین‌ها می‌خوان. اینو برام توضیح حال کامل بده. برای توضیحش که در همین حد که عرض کنم که همطور که برای خواندن باید داشت امکاناتی که بتونی کلمات رو معنی کنی، برای خودت بخوانی و معنی کنی و بری جلو و روایت رو ادامه بدی و دنبال کنی، در موسیقی هم خب ما این همین مسئله سواد موسیقی خواندن زبان و خط موسیقی هم خودش برای خودش عالم بی نهایت، یک جور همین سواددار شدنه، اینه که از که کلماتی بخونه اون برای باید سواد داشته باشه. و عرض من این بود که پارتیتورها برای کسانی که در این معقول قدم برداشتن نه صرفا آهنگساز باشن، این سواد رو داشته باشن، اونا هم برایشون چون با تکیه به گامش، تکیه به اسباتی که توش هست، ارکستر بندی، ساز بندی که سال و جوابایی که دارن، ورود و خروج سازها، سولوها، همنوازیها، ریتمای مختلف، اینا همش براشون جنبه همون روایت یک کتاب رو داره. منظورم من بیشتر تکیه به این مسئله بود که البته خب کتاب جذابیت خودش رو و پارتیتور جذابیت خودش رو داره، ولی بیشتر غرض بنده بود که من خودم با دیدن پارتیتورها مثل که کتابی دارم میخونم که قصه ای رو برام تعریف میکنه، میتونم مثل یک کتاب ببینمش و تشبیه به کتابش بکنم پارتیتور رو. در حقیقت کتابم هست ولی خب کلامی توش نوشته نشده، زبان موسیقی نوشته شده. این زبان خیلی زبان جالبه که سوادی میخواد کار موسیقی که مخصوص خودشه، همونجور که کتاب خوندن سوادی رو میخواد که لغاتی که در اون کتاب نوشته شده. من اجازه دارم یه عکس دوربینم ببینم بفرمایید شما یه عکس یادگاری بگیرم کتاب باز دیگه. ما از همه دوست با همه ببینید دیواری که اینجا داریم، هر استادی عزیزی که میان به پاتوق ما یه عکس مدل قدیمی از اون که فوری میگیره میگیریم و میذاریم یادگاری حفظ میکنیم. این بسیار مقدمشونو گرامی میداریم. بسیار با ارزش برای من و من از شما تشکر میکنم. قربونتون برم من اینو آمادش بکنم. یادگاری رو از ما خیلی لطف کردین. میدونم که مزاحمتون هم شدیم، این راه دور رو زحمت کشیدین. برای منم به شدت باعث افتخاره. خواهش میکنم. 3 2 دقیقا نمیدونم این دوربین قدیمی هست. اصلا خودش دیگه مدلش برمیشه. این حالا به مرور ظاهر میشه. بله. آقای چشمازر، من که دل نمیکنم. دلم هم اصلا نمیخواد شما برین، ولی میدونم که کار دارین و به هر حال میخواییم برین. اگر چیزی بوده در مورد کتاب، ارتباط موسیقی، هر چیزی، نصیحتی منو پندی بدین در مورد کتاب و کتاب باز شدن. اختیار داریم، ما خودمون پندگیریم و خواهش میکنم. منتظر پند عزیزانی هستم مثل شما. چیزی که من میتونم بگم با حضورم در این برنامه، باز از امشب شاید یه مدت متاسفانه به دلیل گرفتاری های روزمره که داشتم از به اصطلاح کمیت کتاب خونیم کم شده، ولی با حضور در این برنامه احساس میکنم که این انرژی به من نازل شده که باز شروع کنم به حتی مرور کتاب هایی که داشتم، مثل دیدار با یه دوست قدیمیمونه که چند وقت نایده باشیش و وقتی میبینیش اون حال خوب رو باش تجربه میکنی. به به عالیه. قربون شما.
از آقای چشم‌آذر عزیز. خیلی ممنون از عکس یادگاری. من یه ذره بعد گرفتم، من بالا پایین گرفتم، ولی شما خوشتون، من مثل واقعی صورتم. آره. حقیقتی این لحظه رو ثبت کرد، باعث افتخاره. خیلی لطف کردم، خیلی متشکرم، ممنونم از وجود من. قربون شما برم، مخلصیم، سپاسگزارم، لطف کرد، با خدا، قربون شما. قصه زندگی من اینه. تو دوران دفاع مقدس اواخر جنگ بود، در منطقه شلمچه با گردان ذوالفقار لشکر حضرت رسول بودیم. من چون که سنم نسبت به بچه‌های دیگه تو منطقه تقریبا بیشتر بود، به من آقا دبیر میگفتن. یکی از بچه‌های کرج به من بدجوری گیر داده بود، میگفت تو رو خدا آقا دبیر برای ما دعا کن، ما یه ترکش مگسی بخوریم بریم پیش این بچه معلم و سرفراز بشیم. گفتم عزیزم آخه این نمیشه که، آخه همه دعا میکنن برای سلامتی یا حداقل برای شهادت، تو چرا برای چی میخوای به خدا که یه جایید میخوره تو ابد خلاصه مجروح میشی، مشکل دار میشی، معلول میشی. منو برم نمیکرد، مرتب خلاصه گیر میداد. حالا اون روزم دیگه من گفتم بذار یه چیزی بگم دیگه این خلاصه از ما دست بکشه. گفتم که خدای دستا کردم رو آسمون، گفتم خدایا حاجت دلینو خلاصه روا کن. خوابیدیم، نصفه‌های شب بود، چشمتو روز بعد نبینه. منطقه شلمچه، کفی، رم، یک مرتبه یه دونه خمپاره 120 بزرگ در نزدیکی سنگر منفجر شد و رو زمین خورد. همه خلاصه با صدای خمپاره از خواب پریدند و خلاصه دنبالی بودن که موقع ترکش ها نیاد داخل. من گوشام خیلی تیز بود، از دور دیدم صدای ویز ویز یه دونه ترکش داره میاد. هرچی نزدیک‌تر میشه صداش بیشتر میشد. خلاصه دیدم به یه جایی خورد که صداش فرو نشست. خلاصه چراغ فانوس داشتیم روشن کردیم و یکی یکی حال بچه‌ها رو پرسیدم، دقیقاً همون عزیز ما یه دونه ترکش خورد و پاش غرق خونه. خلاصه همون شب چون که خونریزی زیاد بود اینو انتقالش دادیم عقب. یه مدتی گذشت من ندیدمش. بعد از این مدتی برگشت اومد منطقه، جلوی جمع خلاصه ما رو بغل کرد و تو منو سرافراز کردی، چه نفس حقی داری، دست درد نکنه خدا خیر، انشالله یه روزی جبران کنم. این گذشت. عملیات بیت المقدس 7 شروع شد. این عملیات بسیار کوتاه مدت بود، علارغم اینکه خیلی از عراقی ها ما تلفات و خلاصه کلی هم خلاصه ادوات اونها رو گرفتیم و آوردیم به عنوان غنیمت عقب. اما منطقه بسیار حساس بود. عراق با 3-4 تا لشکری که کمک آورد با عملیات گازنبوری از پشت ما رو قیچی کرد. حالا فقط ما یه معبر باریک طرف کانال دریاچه ماهی داریم، هیچ کدوم هم بلد نیستیم. خدا زد این پسر رسید، گفت هر چی دارید بار کنید، میخوام برم عقب. گفتم عزیزم همه اینجا گیر افتادم، ما رو دوباره نبرید طویل عراقیه بدید. گفت نه تو بیا من به تو بدهکارم. خلاصه همه رو سوار کرده منم جلو نشون، کلی هم خلاصه ما رو همیشه تحویل میگرفت. چنان با سرعت این بچه حرکت کرد، تو رو هم هر کدوم از نیروها رو میدید خلاصه سوار میکرد، تا اونجایی که دیگه خیلی پر شده بود ماشین، از لبهاش دیگه داشتن میریختن نیروها. و با سلامتی مثل برق خودش رو رسون اونور و به بچه های اطلاع عملیات رسیدیم. و اونا خیلی تعجب کردن، گفتن که تمام نیروهای ما یا اسیر شدن یا کشته شدن، دست عراقی ها خودشون افتادن و شما معجزه بوده که برگشتید. خلاصه این دعای علکی ما ببینید چیکار کرد بابا، و خلاصه ایشون جون ما رو نجات داد. دوستتون دارم چون دوست داشتنی هستین. فردا روز بهتریه. من امیر حسین صدیق بهتون خدا نگهدار میگم و کتاب باز.